سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. نیمه شب این هفته رو با یک سورپرایز بسیار اساسی میخوام انجام بدیم. حالا من برقرارم گفتم بچه ها خاموش کنن که روشن که کردن میان درسته؟ حال شده سن ها؟ اشتر بریم بریم سراغ برنامه سری که این سیگنال رو بخوام براتون. شب اومده با امیر حسین قیاسی، گیر میده به خبرهای فرهنگی و سیاسی. کاری کنم این جوکر جر بخوره دهنت، داری میخندی با همه سلولای بدنت. همه به هم میگن چقدر این برنامه خفنه، حتی طرفدار من شوهرمه یه زنت. بهت میگه بشین ببین یکی دوتا قسمت، توی تاریخ کمدی جا بدان از اسمم. وزیر وکیل فوتبالیست و بازیگر و شهردار، همه میشن سوژه اینجا با کمک افراد. مافیای کمدین حسین مندوس علی قریب، خوراکشون خبرای داغ و تازه ولی عجیب. وقت تو تلف میکنه این برنامه اساسی، نیمه شب اومده با امیر حسین قیاسی. وقت تو تلف میکنه این برنامه اساسی، نیمه شب اومده با امیر حسین قیاسی. دو تا خبر در مورد رامین رضاییان عزیز داریم. اولیش این که رامین اومده استوری گذاشته برای آقای جواد خیابانی و خیلی بهش حال داده. ببینیم با هم دیگه چی نوشته. رامین نوشته که آقای خیابانی عزیز، شما بهترینید و سواد بالای شما لذت بخش است. متاسفم برای کسانی و پیج‌هایی که شما را قضاوت می‌کنند. اگر همانها کمی از سواد شما را داشتند، چنان جلوه می‌دادند که انگار فیلسوفی هستند. واقعا برای رامین رضاییان جواد خیابانی فیلسوفه. شما حساب کنی جواد خیابانی جلو رامین رضاییان فیثاغورسه. توی ورزش ما دو حالت داریم، یا میبریم یا میبازیم دیگه. یه حالت سوم وجود داره، چیه؟ اونا مساویه. خیلی از مساویام یا باخته یا برده. یه تیم مساوی میکنه میره بالا، یه تیم مساوی میکنه میبازه، درسته؟ پس یا بازم برده یا باخته دیگه، ورزش همینه. واقعا ببین اصلا جمله ها رو نگاه کن، فیلسوف لامصب. راست میگه رامین. حالا بریم سراغ خبر دوم در مورد رامین رضاییان. آقای یحیی گل محمدی استوری گذاشتن با این متن: مربیگری یعنی مهربونی بی دلیل. شاید بگید رامین رضاییان کجای این قضیه است؟ رامین رضاییان پشت پیج، حتما پیج دست رامین رضاییانه، وگرنه این اصلا ادبیات ادبیات رامین و ادبیات یحیی نیست. شما ناکن پدر یعنی عشق، لطفا جنگ نکنید. مربیگری یعنی مهربونی بی‌دلیل. رامین داره توش موج میزنه. رامین هرچه سریعتر پیج یحیی رو بده به خودش. زشته. تو الان دیگه بازیکن سپاهانی خوب نیست آدم پیج مربی حریفش رو بگیره. دقیقه یکم از جواد یاد بگیر. دبیر انجمن جراحان پلاستیک گفتن که هر نژادی زیبایی‌های خاص خود را دارد، اما ایرانی‌ها از همه خوشگل‌تر هستند. من فکر می‌کنم که اول اینجور اظهار نظر یه به نظر من بذاریم بعد نیم. به نظر من ایرانی‌ها خوشگل‌تر هستن. نمی‌تونی با قاطعی همه جا رو شما دیدی که میگی ایرانی‌ها خوشگل‌ترن؟ روسا رو دیدی؟ شرق اروپا رفتی اونا رو دیدی؟ کرواسیا اونا رو دیدی؟ رئیس جمهورشون دیدی؟ بازم به نظر ایرانی ها خوش. کوریا رو دیدی؟ با حال انا این بر آفریقا صفای خودش داره. عمر آمریکای جنوبی هستن. برزیلیا رو تو دیدی؟ با شیلی فلان. خب اینا هر نمیتونی با قاطعیت بگی که. و در ادامه ایشون گفتن که از نظر ظاهر و رنگ پوست و موارد دیگر ایرانی ها از بقیه دنیا زیباتر هستن. ظاهر و رنگ پوست رو معذرت میپذیرم، ولی موارد دیگر همه کشورها رو دیدی؟ خیلی از کشورها هستن که موارد دیگرشون اما بهتره. <تص->
هفته گذشته ما در مورد روزنامه هفته صبح و مقاله‌ای که اومده بودن منتشر کرده بودن برای ماشین استاد مهرجویی خبری رفتیم که احتمالاً اگه برنامه دیده باشیم دیدی که خیلی عجیب بود در مورد ماشین رو صحبت کرده بودن و اینا. یکی از فعالان رسانه‌ای یه انتقادی به ما کرده با این مضمون که ما مثلا اومدید که امیر خان انصاف هم چیز خوبی است، چطور بقیه مقالات ما در مورد مهرجویی ندید اینو دیدید؟ اولا که امیر خان نه، و امیر به من احترام نذارید. دوباره من که بله انصاف چیز خوبی است، ولی ما کی گفته ما انصاف داریم؟ چرا ما باید انصاف داشته باشیم؟ ما اصلا اینجاییم که نقد غیر منصفانه بکنیم. اصلا بقیه مقالات شما رو ما بریم در بیاریم که حالا مثلا در مورد استاد مرسجوی نوشتید خیلی هم خوب بوده، تشویقتون کنیم؟ ما هیچ‌وقت این کار نمی‌کنیم. ما منتظر سوتی شما هستیم، نه شما، همتون. هر کس سوتی بده وارد برنامه ما میشه، انتقادش رو میگیره میره. کار خوب کنید که ما نمیایم تشویقتون کنیم، به ما اصلا ربطی نداره. تازه بچهای هفته صبح عمدتا رفیقای ما هستن، اصلا از برنامه ما کلی تعریف و تمجید اینا کردن و ما با دوستای خودمون که این کارو میکنیم ببین با بقیه چی کار میکنیم. من گفتم ما هیچ مرزی اینجا نداریم، هیچ بوی از شرف انصاف اینا ما نبردیم، اصلا ما فقط دنبال سوژه این کوسه که بوی خون به مشامش میخوره حمله میکنه، ما هم دقیقاً همون شکلیم. سوژه رو که میبینین مستقیم حمله می کنید. در هفته گذشته ما باز هم یک رسوایی ورزشی داشتیم مثل هفته‌های قبلی، به این صورت که جودوکای نابینای کشورمون رفت مسابقه بدون اینکه هیچ مسابقه بده هست شد. بعد اونا اعلام کردن که ایشون بیناست و میبینه کاملا و میخواسته فریب بده همه رو. خب خیلی بده واقعا برای ما. من این اول مشخص کنم ما هر شوخی که در ادامه میکنیم شوخی با نابینایان حساب نمیشه، چون ایشون بیناست. این اول با هم قرارداد کنیم. چند تا تیکه پازل بوده توی این قضیه که اگر ما اینا رو کنار هم میذاشتیم به راحتی میتونستیم متوجه شیم که ایشون بیناست، مثلا ایشون نفسیم مسابقه. اولین و مهمترینش اینه که خب این بنده خدا اصلا تو مسابقات بیناها شرکت کرده بوده، یعنی سالهای قبل برای تیم ملی جدوی ما، جدوی غیر نابینایان ما شرکت کرده، تو مسابقات مدال هم آورده بوده. مگه میگیم باشه اشکال نداره، شاید تو این مدت اتفاق براشون افتاده، جوشکاری چیزی مثلا چه شناسیب دیده رفتن تو مسابقات اینا. این هیچ. دومی که ایشون گواهی نامه داره، گواهی نامه عادی ها، مثلا گواهی نامه من چون قبل از لیزی کم بوده پشتش نوشته که ایشون باید عینک بزنه اصلا موقع رانندگی، برای ایشون اینم ننوشته بوده، یعنی کاملا گواهی نامه معمولی دارن ایشون. اینم میگیم آقا شاید اون بنده خدایی که از این تستا میگرفته رو مثلا گول زده یا یاسی شانسی درست گفته، چپ راست به هر حال یه درصد شانس داره دیگه، بالا پایین شانسی تونسته. اینم باز میگیم هیچ. از این دوتا متوجه نشدید یه دلیل سوم هست، حالا از دوتای قبلی اونقدر قوی تر نیست ولی باز از اینم میشد متوجه بشی که نایب رئیس فدراسیون جودو گفته این آقا بیناست. آقا من دارم میگم آقا این بیناست، اسمش آورده گفته این آقای جدی این بیناست، میبینه، من دارم بهتون هشدار میدم دیگه. بعد در ادامه گفته یه سری دیگه هم هستن که بینا انا با موتور میان سر تمرین ها، من دارم از الان به شما میگم بعدا آبروزی شدن از این هم متوجه نشدی. یه سر به اینستاگرام ایشون اگر میذارید ایشون یه عکسی دارن در کنار ساحل با بقیه رفیقاشون که ایشون اینا دودی زدن بقیه نه. این یعنی نور آفتاب چشه ایشونو بیشتر از بقیه دوستاش اذیت میکنه، این یعنی اصلا این بیشتر از بقیه میبینه، این اصلا باید بره خلبان چیزی بشه، اصلا چشاش عالی داره میبینه. من نمیدونم چجوری با همه اینا باز متوجه نشدید که ایشون میبینه این فرصت مسابقه. اگر برنامه ما رو میبینی که حتما میبینی دوست عزیز، نکن این کارو، چرا این کارو میکنی آخه؟ یه ویدیوی پخش شده یکی از نمایندگان مجلس که در هنگامی که با معلما جلسه داره یه سری کارهای شخصیش هم داره انجام میده، دندونش رو تمیز میکنه، گوشش رو تمیز میکنه، خودش رو میخارونه، باد میزنه خودش رو، غذا میخوره اینا.
ببینیم با هم. رئیس جمهور هم کلافه کنم ولی بعد از این یک سر اینا هستم. من همه اینا را تکلیف میکنم. ما میتونیم مثلا ولی من بعض رضای خدا ولی تو من اومدن گیردن به این بند خدا که مثلا داری توهین میکنی به معلم. بابا چه توهین؟ این بند خدا هرچی تو مغزش میگذره را انجام برونگرای دیگه تو ذهنش هر کاری هست انجام. ما اصلا این ویدیو رو دادیم به هوش مصنوعی که صدای ذهن ایشون رو برای ما در بیاره در آورده. حتما اگر شما ببینید حق رو به ایشون بید. با هم دیگه ببینیم. چی لای دندونم باید شست در بیارم بعدن نگن وای قضا لای دندونش بود بی احترامی کرد. چقدر بلند حرف میزنن اینا. چیه اینا؟ مخصوصا این پیرم بنفشه. هوا هم خیلی گرم شده. آدم نفسکشم اینجا زیاده. ریشم میخاره. من بادوم اینجا نداشتم. بادوم گرفته بودم. خب برداشت محسنی. آه نه اینا هاش بادوم های خودمه. آخش نرمه. لامصب نرم خواسته. تحقیقاتی دانشمندا انجام دادن و به یک نتیجه جالبی رسیدن. نتیجه اینه که گوریل ها با معرفتند. چرا با معرفتند؟ مثلا حبس رفیقاشون رو میکشن تو قفسه باقی وحش. چرا اصلا این نتایج چی اعلام میکنی؟ هفته پیشم گفتن گاومیشا کم توقع هن. اگه میخواییم به حیوانات صفت نسبت بدیم من از الان تحقیقات آیندهتون رو بهتون میگم که دیگه علکی خودتون رو خسته نکنید. خروسا عجله دارن. راسوها برونگراند. کرما مرض دارن. مارا تاکسیکن. کفتارها خوششانسن. اینا رو من بهتون میگم دیگه الکی نهید تحقیق میکنید. اینا رو از من داشته. چرا آخه ما باید صفات انسانی رو بیان به حیوان ها نسبت بدیم وقتی میتونیم صفات حیوانی رو به انسان ها نسبت بدیم؟ بهتر نیستی شکلی؟ یکی رو میبینیم بد میپیچه اولا شکلتر نیستی شکلی؟ هفته گذشته یک خبر منتشر شد که یک مغازه موبایل فروشی و تعمیرات موبایل اسپانسر باشگاه استقلال شده. بعد اومدن به استقلال گیردن که آقا خب این اصلا در شأن باشگاه استقلال نیست که این اتفاق بیفته. چه شأن باشگاه استقلال مگه چیه؟ دوران اوجشون که داشتن قهرمان آسیا می‌شدن و مرحوم ناصر خان و اینا بودن، آدامس پرستو اسپانسر باشگاه استقلال بود. بعد تازه بعد جواد زرینچه و اینا که اومدن آبلیمور فلان اینا مشتبه جباری اینا که بودن خسروی دری سر تو میزد تخمه آفتابگردان اسپانسر باشگاه استقلال بود. حالا مثلا شاید بگید تو خودت پرسپولیسی چرا پرسپولیسی ها رو نمیگی؟ پرسپولیس هم میگیم. پرسپولیس دوران اوجش، دوران تازه اوجش هم نه، دوران مثلا چند سال پیش وحید هاشمی رو توش بازی میکردن کمپانی خودروسازی آودی اسپانسر باشگاه پرسپولیس بود. جفتشون بدن، جفتش به یک اندازه بدن. حالا ما با اونش کاری نداریم. بعد به استقلال که گیردن استقلال اومده گفته که نه ما یک شرکت هواپیمایی در واقع اسپانسر ماست، این هم بزنیم به شورتمون. گیریم همه این اسپانسر هم گرفتی آقای استقلال کجا میخوای بزنی؟ یه پیرن یه شورت داری با یه جناب شدی شبکه ایران کالا همش تبلیغه. حالا شاید بگید چرا به استقلال گیریم یه پرسپولیس که نمیخوام. ما پرسپولیسی هستیم دیگه، این دیگه مشغله نمیخوام تیممون خدایا که تو حاشیه بره. واقعا استقلال تصور کنید چیکار میخوای بگو این اسپانسر 15 تا اسپانسر روی پیرن آخه خیلی لنگ پولیدا مشخصه. خدا رو شکر لنگ بمونید همیشه. شما لنگ بمونید ما لنگ. Wait what? رئیس سازمان بهداشت جهانی گفته که خودتون رو برای همه‌گیری یک ویروس جدید که قوی‌تر از کرونا هم باشه باید آماده کنید. با من واقعا این نمیتونم. هنوز جای روغن بنفشه های قبلی در میمونه. حوصله ندارم. دیدم دوباره مینو مغرض بیاد و
کادر درمان دوباره بخوان نشون بدن روحیه دارن هندی برقصن و نمیدونم با خلال لندون بخوایم دکم آسانسور رو بزنیم چیپ سوپ و فکمون رو بشوریم و با سشوار بگیریم نمیدونم تو دماغمون که ویروسات با مستجرامون مهربون باید باشیم دوباره معتادان نمیگیرن نمیدونم معتادان نمیگیرن تریاک باید بشیم و من تازه ترک کرده بودم ویر کنید دیگه بابا تو اصلا حوصله ندارم مگه نگفتن تموم شده کرونا مرونا من یه ویدیوی دیدم دکتر ابرام شهرزایی میگفت تموم شده کلن کرونا رفت و اینا چی شد پس اون کرونا رفت نه کرونا که نرفت به خود کرونا رفت به خود کرونا پدر نه کرونا رفت کرونا پدر منو همه مسجد باشو همه مسجد باشو کرونا رفت کرونا پدر منو کور پدر داره کور آره در هفته گذشته یک خبری پخش شد که دارن سنگ قبر با طرح آیفون 15 میفروشن. واقعا من نمیفهم انسانیت داره به کجا میره؟ مصرفگرایی تا کجا؟ که سنگ قبر آیفون 15 رو بریم بگیریم؟ در حالی که میتونیم با نصف همون پول سنگ قبر شیام بگیریم. چرا واقعا من متوجه نمیشم واقعا مواظب باشید میخواید فاتحه بگید سر اون سنگ قبر اینا گرساش من شنیدم خوب نیست اینجوری محکم نزنید یه وقت بیشکنه امروز یه محصول خاص داریم یه مشتری ویژه داریم سنگ قبر طرح آیفون که یه کار خیلی شیک و قشنگ هست از یکی از بازماندگانشون هم میخوام که بیان کار بسیار فوق‌العاده ای این شادروان ان شاءالله به سلامتی استفاده کنن به شادی همراهش یه دونه گلس ضد فشار قبر هم داریم به به کارو ببینید اینجا تصویرشون میخوره اینجا طلوع دلانگیز اینجا غروب غم انگیز و یه کار بسیار زیبا خواهد بود حستون چیه به این کار خیلی حسی هم ندارم در خدمت ما هستیم طرفای مختلف رنگای مختلف بفرمایید مبارکتون باشه متشکرم از بین گزینه‌های زیر حدس بزنید که کی خواننده شده؟ 1. دکتر جکول برره 2. بگور برره شاعر 3. قول برره 4. خرزوخان بله درسته قول برره آقای احمد ایران دوست خواننده شدن ایشون خیلی خوششانس هم اصلا یه مدت بادیگارد جنیفر لوپز بودن از نزدیک واقعا زندگی خوبی داشتن الان که خواننده شده حالا ایرانی نداره واقعا فقط سوال ازش اینه که چرا صدای اون خواننده لس آنجلسیه رو در میاری توی آهنگ چی آقای صدا قاسم افشار بوده اگه اشتباه نکنم اسمش چرا صدای اون رو در میاری خواستنی تو از یاد بردم اما به هیچی نگفتم بگو مگه با تموم قلبم حالا مسخره میکنید شما ولی ایشون واقعا موفق شدن با این کلیپ یعنی با این آهنگی که دادن تونستن اگه اشتباه نکنم 21 میلیون پول برره کسب کنن که واقعا در نوع خودش بی‌نظیر نه جدی ولی واقعا منتقدا اینا خیلی تعریف کردن اصلا یه سری از منتقدا هشتگ لکو شدن کاملا نمیدونید هشتگ لکو چیه دیگه بعد برره دیده باشید دیگه ما اصلا با برره بچه بودیم بزرگ شدیم و اینا دفع بچو کی چه کاری آخه من نمیفهمم چه که دعوای بپر خوب این
قسمت از برنامه نیمه شب هم به پایان رسید. توی این روزا روز دانش آموز رو داریم، تبریک میگیم به همه دانش آموزای عزیز و یه صحبت کوچولی هم باهاشون دارم. عزیزای من، نوجوانای عزیز، این دوستاتون که الان باهاشون میرید مدرسه و هر روز میبینیدشون و خیلی باهاتون خوش میگذره و با هم دیگه مدرسه برمیگردید و میرید سینما و فلان و اینا و فکر میکنید که اینا قراره تا ابد دوست شما بمونن، ابداً این شکلی نیست. یعنی به محض اینکه شما وارد دانشگاه بشید دوستای دبیرستانتون رو کامل فراموش میکنید، نه دیگه برای خبری از پارسا هست، نه خبری از نمیدونم رحمان هست، حالا برای خانوما مثلا نه خبری از نرگس و ساناز، اینا اصلا این شکلی نیست. وارد دانشگاه میشید اصلا اینا رو یادتون میره. بعد جالبه با دوستای دانشگاهتون رفیق میشید، بعد وارد سر کار میشید دوستای دانشگاهتون رو یادتون میره، بعد سر کار تو که تمام میشه بازنشسته میشید دوستای سر کارتون هم یادتون میره، بعد میرید با چند تا دوست جدید تو پارک پیرمردا شطرنج بازی میکنید و بعد در تنهایی میمیری. همین واقعیت زندگی واقعا. به هر حال روز دانش آموز رو من تبریک میگم به همتون، امیدوارم که با هم دیگه سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.